شلوم و برخواه حضور دوستان عزیز و بسیار تدیشمیا. سوال جالبی هست که چرا در طی تاریخ یهودیت تمام ملت‌های دیگر دشمن ما هستند و در تعقیب. جواب این سوال در پارشای تولدوت موجود هست. هراو نیسیم خورش می‌نویسن که اگه دقت بفرمایید ریشه تمام اعیاد مذهبی ما از همین دشمنی ها پا گرفته، به خاطر دشمنی اونها، به خاطر کینه‌توزیشون و عداوت اونها اعیاد ما به وجود اومدن. به عنوان مثال ما به زودی خنوکا رو، عید نور و چراغانی رو داریم که به خاطر جنگ یونانی ها با ملت یهود بود و پیروزیان اون پیروزی یهودیان مثلا از این بابت جشن خنوکا رو برای ما به وجود آورد. پوریم به خاطر حماسه استر و مردخای هست و به خاطر مثلا اون دشمنی هامانی که از نسل امالقه هست به وجود اومد. هارابینسیم خورش میدونستن که مثلا در جشن پسخ، اون موعد بزرگ پسخ که به خاطر پیروزی بر پرعو و تمام درباریان و مصریان بود، اگر اشین بارخ که با 10 ضربت‌های خودش تمام اون معجزات رو به وجود نیاورده بود، هیچ کس نمیتونست حریف اونها بشه و مثلا هیچ کس نمیتونست فرزندان اسرائیل رو از استثمار مصریان نجات بده. روز تیشا بآو خرابی بیت مقدش، دهم تبت، 17 تموز، تنیت سومگی دریا و که در اون سوم تیشری هست، تمام اعیاد ما به اصطلاح تمام تنیت هامون یا مراسم مذهبی ما بر محور دشمنی ملت های دیگر با ما پیریزی شده، ولی در تمام این مراسم ها حقوش بروخو با معجزات فراوانی فرزندنش رو از دست دشمنانش نجات داده و میده. اما که در میمگی در مادر شب پسر در اگادا میخونیم که شهی شامدال لانو ولعوتنو شب خل دور و دور امدیم آلینو لخلوتنو و خوشبر خوب مستیلوتنو میادام. در همه دوران ها دشمنان ما علیه ما به پا میخیزن که بسیار برای براخو کردن تمام ملت اسرائیل اقدام کنن، ولی حقشون خوب ما رو از دست اونها نجات میده و مثلا ملت ما همیشه پیروز شدند. گاهی اوقات حقشون خوب ما رو نجات داده با معجزاتی که آشکارا مشخص بوده، گاهی با اشکا خاپیراتی خودش و اون نظریات خودش همانند اون 10 ضربت‌های پسخ و گاهی اوقات با معجزات پنهانی همانند پوریم که هامان هاراشا مثل قصد نابودی همه از بزرگ و کوچک و پیر و جوان و حتی بچه های نوزاد و شیرخوار رو داشت و مثل داری که برای مردخای آماده کرده بود که عاقبت خود هامان و پسران شمگی به دار آویخته شدند. گاهی با معجزاتی که مثلا توبیخ ها، اون تنبیه ها که مثلا داخل خود ایامی همانند نهم آب و یا اینکه 17 تموز همراه است، چرا افرادی به ظاهر متشخص و یا تحصیل کرده یا مجرب یا افرادی معروف و شناخته شده جهانی
و یا قانوندان میان یه صحبتهایی میکنن علیه یهودیان دنیا که عقل سلیم و منطقی اونها رو رد میکنه و نمیپسنده و حتی به عقل خود هر شخصی هم جور در نمیاد و هیچ منطقی نداره. در گمارا مسیحیت شبات قسمت چاوت میفهمه که سوال میشه که چرا به اصطلاح تورا در یک کوه بسیار کوتاه داده شد به نام سینای. میفهمن که بلد که سینای از کلمه سین آ و دشمنی پا گرفته. وقتی که ملل جهان مشاهده کردن که بین تمام ملت ها ملت اسرائیل منتخب اشنید براخ هست به عنوان شایسته ترین و لایق ترین ملت انتخاب شده که تو را از اون باشه، از اون موقع حس حسادت و کینه‌جویی و به اصطلاح دشمنی برای اونها شروع شد. بدد که این هدیه گرانبها یا این تورات نقدوشا باعث ارتباط بین ام اسرائیل و خداوند خالق بود و هست، ارتباط مستقیم و حقیقی، یک ارتباطی که بی نظیره. از طرفی هم زمانی که مشربنو در مقابل پرعو دیدیم ایستاد که به او گفتش که خداوند متبارک یهودیان فرمودی که فرزندان او رو آزادشون کن، فرزندان اسرائیل رو آزاد کن تا برن و مثلا برای خودشون باشن، ولی پر او نه اونها را آزاد کرد بلکه دشمنی اونها به ملت اسرائیل بیشتر هم شد. اخشمرخو فرمود که به بنی اسرائیل شما اولین ملتی هستید که مرا عبادت کرد و بسیم که عبادت واقعی از زمان ابراهام آوینو شروع شد و اولین عبادت زمانی بود که اومد و هشم رو مورد پرستش قرار داد. به ابراهام بن ازرا این موضوع رو یادآور میشه و به اصطلاح از طرف دیگرم راشیزال توضیح میده که هشم دوارق بر روی بخورا مهر و امضای خودش، مهر خودش که امت هست، برای اون قرار داده برای همیشه که به اصطلاح بنی اسرائیل بنی بخوری اینا فرزندان بخور من هستن. هشم میفهمد که بنی بخوری اسرائیل. زارق ازش هم میفهمد که در درجه تمام براخود کشروت، تمام خوبی ها، مقدسات، اخدود، اتحاد و یگانگی مخصوص یهودیان، مخصوص افراد بخورهایی هستن که فرزندان اصلی هشین براخ هستن. درجه رفقا ایمنو به خوبی تشخیص داد که اون به اصطلاح بخورایی متعلق به فرزندش یعقوبینو بوده و فرزندان آیندهش درجه بخورایی به عصاو نمیرسه، همونطور که عصاو مثلا نتیجه و از ثمره نخاش قدمونی اون مار خوشخط و خال که باعث به خطا افتادن آدم هارشون و خوا شد و ساتان یعنی همون نخاش که تمام قدوسیت و براخود رو از اونها از آدم هارشون و خوا گرفت و در طول زمان شخصی به نام یعقوبینو که مشابه از از شکلی مشابه با آدم هارشون بود و از از نشما گیلگول آدم هارشون بود اومد و دوباره تمام براخود، تمام اون برکت ها و اون بخورایی و قدوسیت ها رو از عصاو که
شورش و اساس و پایه نخاش بود پس گرفت و اونها رو انتقال داد به فرزندان خودش. میدا که نگید میدا در نتیجه هیچ کدوم از این نعمات نصیب هیچ کدوم از دشمنان اسرائیل نشده. این طبق گفته زوهرقادش بود و این چنین شد که عصاف دشمن اصلی به اصطلاح برادرش یعقوب شد، که تو را هم در این مورد می فهمد که ویستوم عصاف اد یعقوب، که به اصطلاح عصاف دشمن برادرش شد. عصاف گفتش که با نزدیک شدن فوت پدرم از زمان که مثلا پدرشون فوت بکنه اسحاق آوینو، اون وقت هست که احترام به خاطر که احترام پدرش رو داشت، گفت بعد از فوت پدرم حتما یعقوب رو خواهم کشت، برادر دوقلوش. در نتیجه ما قانون از تورا داریم که عصاف سنه ات اخیب و عصاف مثلا سنه ات یعقوب، که یه چیز طبیعی است که عصاف دشمن برادرش است. همچنین تورا میفهمه که در مورد دشمنی مار با آدم هارشون و خبا و زمین و همه و همه با تمام دشمنی ها، تورا میفهمه که مثلا بهو یه شوفخار روش و تا تشوفینو آقیب. هو منظور از هو کلمه اون قوم اسرائیل هست، یهودیان هستن، که تورا میفهمد که به هو یشوفخار روش و تا تشوفینو آقیب، و مثلا اون فرزندان یعقوب که مثل سر مار رو میکوبن. به او یشوفخار روش و تا تشوفینو آقیب، و تو منظور که مار هست میای و پشت پای اون رو میگذی، نیش میزنی و از پشت سر ناجوان مردونه به اون حمله میکنی. از طرفی هم میدونیم که تورات مقدوشا میفهمد که حقول قول یعقوب به حیادهیم یه ده حساب، زمانی که باطه میدرا شد مردم اونجا حضور داشته باشند و تمام شیورها و تفیلاها و خوندن کتابهای مقدس مثل تهیلیم اونجا برقرار باشه، دست حساب، دست نخاش، دست ساتان اونجا کار نمیکنه. ولی اگر که عقل قول یعقوب خاموش شد، قول یعقوب خاموش شد، دستان عصاف ظاهر میشن. وقتی که قل یعقوب باشد یه عبدوخا امیم بهش تخول خا کل ها امیم، وقتی که ستای تورا بلند باشه ملت های دیگر شما رو بندگی و بردگی میکنن و مثلا برای شما همانند برده سر تعظیم فرود میارن. درجه ام خاخام به ناوون اگوی هگادول هزه، این کلام تو راست، این قوم بزرگ عاقل و فهمیده است، اوش مرتم و سیتم ادمیسفوت هتورا، که بسیار قوانین تورا رو انجام میدن و گوش میدن و مثلا نگه میدارن. کیهی خخمت خیم او وینت خیم لعینه امیم، زیرا که مثلا تورا فهم و شعور و معرفت و شخصیت شما در نظر ملت های دیگر رو افزایش میده، و آنگاه مملکت کهنی به گوی قادش خواهد بود. آنگاه سرزمین شما همانند مملکت کهنی، یعنی سرزمینی که مثلا همه کهن محسوب میشن، همه براخدار هستن و برکت میشن و قومی مقدس خواهند بود، گوی قادش. اگر غیر از این موضوع باشه، همونطور که در دواریم سفر دواریم میفهمد که ام نوال بلو خاخام،
قوم نادان که به اصطلاح عقلش کار نمیکنه، ام نوان نوال به خول و خخام، به اصطلاح میبینیم که وقتی که شباتو خوب طبق هلاخا نگه داریم هیچ ناراحتی و مصیبتی نخواهیم داشت. هشتم برخ میفهمد که قبل از اینکه شما شبات من رو نگه دارید، شبات من هست که نگهدار شماست. منظور که با انجام میسوت معصوم توریم خود رو مقدس نگه داریم، به هشم نزدیک کنیم تا مورد تایید هشم برخ باشیم. ربی اسرائیل مئیر هکوهن مرادین ایشون میفهمن که ای یهودی، اگه تو قیدوش رو به مرحله اجرا درآوردی و مثلا خودت رو مقدس نگه داشتی، فبها اگه مثلا تو این قیدوش رو انجام ندی، یعنی خودت رو مقدس نگه نداری، پس گویم ها میان و برای تو عبداله رو انجام میدن. هیتلر زمانی که بر روی کار اومد، حتی اون افرادی که پدر 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 بزرگشون هم یهودی بود و اونا گویم شده بودن، اومد حتی اونا رو هم آزارشون داد و از بینشون برد. و اینکه میبینیم که وقتیشون میفهمن که قیدوش و هفدالا، اگه ما خودمون قیدوش رو انجام بدیم هفدالا وجود نخواهد داشت، ولی اگه بخوایم قیدوشایی از خودمون بیرون ببریم، اونا هفدالا رو برای ما انجام میدن. هفدالا یعنی چی؟ جدا از همدیگر باشیم، جدا از تورا باشیم و جدا از هشمید برخ. اینه که به اصطلاح میبینیم که فقط از ظاهر قدوسیت و انجام میسود هست که ما میتونیم خودمون رو با به هشم نزدیکتر کنیم و مطمئن باشیم که هشم هم 100% ما رو تأمین و مثلا بیمه میکنه که از هر خطر و بلایی دور باشیم. بارزوی شب روزها و شبهایی پر از آرامش و امنیت برای همه. شلوم و رخام.